مأمن زیبای من، ای وطن ای مأمن زیبای من، ای وطن ای مسکن بابای من، ای وطن ای مسکن بابای من. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر. به مجمع خبری این ساعت از رادیو تلویزیون ملی تخار خوش آمدید. امروز چهارشنبه 14 ماه سنبله سال 403 هجری خورشیدی، اول ربیع الاول سال 1446 هجری قمری و 4 سپتامبر 2024 میلادی، من عبدالله نیازی هستم. در آغاز سرخط چند خبر. عملی شدن فرمان رهبری امارت اسلامی مبنی بر خرید گندم مازاد دولتی در تخار، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کشور به اساس حکم زعیم امارت اسلامی به ارزش 1 میلیارد افغانی را از سراسر کشور گندم خریداری می کند. افزایش علاقمندی مردم به ایجاد بازارچه‌های کوچک به خاطر فروش محصولات زراعتی در بهارک تخار. شماری از داقین در این ولسوالی به خاطر فروش محصولات زراعتیشان در مسیر ماورای کوکچه یک بازارچه کوچک ایجاد کردند که آنان به خاطر آرام مصروف تجارت هستند. و بهره برداری تعمیر اداری شاروالی جبل سراج در پروان، این تعمیر به هزینه بیش از 2,100,000 افغانی از بودجه این شاروالی اعمار گردیده است. مشروع خبرها. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کشور به اساس حکم زعیم امارت اسلامی برداشت 1 میلیارد افغانی را از سراسر کشور گندم خریداری می کند. دفتر مطبوعاتی والی تخار با نشر خبرنامه گفته است معین وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کشور که در تازه ترین سفرش به ولایت تخار آمده است، در دیدار با والی این ولایت تاکید کرده است که به خاطر خریداری گندم مازاد دهقان یک کمیته مشترک از ادارات ملکی و نظامی در ولایت ها ایجاد خواهد شد و این پروسه را به گونه شفاف عملی می سازد. در همین حال والی تخار اطمینان داده است که از این برنامه وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کشور در این ولایت حمایت و نظارت خواهد نمود. شکر رحیمی. معین مالی و اداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کشور در تازه ترین سفرش به تخار آمده و با والی این ولایت دیدار کرده است. این مقام امارت اسلامی در این دیدار گفته است که آنان بر اساس فرمان زعیم امارت اسلامی به خاطر دستگیری مردم در حالات اضطرار و جلوگیری از بلند رفتن بهای گندم در بازارهای کشور، گندم مازاد دهقان را خریداری می نمایند و نیز به خاطر شفافیت و عملی شدن این پروسه در ولایات کمیته ها ایجاد خواهد شد. داغ کمیته که مجلس کی که پشپک کی که پورز کی دی و بلکار نلری سجر و سات و پداغ کمیته که حاضر ویچه د کمیټي کار ولایت تخارم تقریبا 1300 متریک ټن در پلان استان کې خریداری شوه. از 1300 ټن مطابق نفوس ولایت باستانی تخار 15% ضرورت ولایت ایجا تسخیر میشه که ما الحمدلله جو گودام داره. در همین حال والی تخار از این حکم رهبری امارت اسلامی استقبال نموده، میگوید دستگیری ملت و مردم در حالات اضطرار یکی از مکلفیت های حکومت اسلامی بوده و نیز این کار می تواند جلوی بلند رفتنی بهای گندم را بگیرد. والی تخار به معین وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کشور اطمینان داده است که از روند کار این کمیته ها به گونه دقیق نظارت خواهد نمود. در راستای رشد زراعت تخار اگر تلاش شود، اما انشالله ایره گفتم می توانم که همی زمین های زراعتی تخار چی للمی چی آبیش اگر سرش کار شود، انشالله به سمت شمال کفایت میکنه. گفته می شود بر اساس حکم شماره 362 زعیم امارت اسلامی و طرز العمل وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کشور، قرار است به ارزش 1 میلیارد افغانی از سر تا سر کشور گندم مازاد دهقان خریداری و ذخیره شود و حکومت این گندم را در حالات اضطرار و نیاز دوباره به نرخ پایین تر بالای مردم به فروش می رساند. افزایش علاقمندی مردم به ایجاد بازارچه های کوچک به خاطر فروش محصولات زراعتی در ولایت تخار. شماری از دهقان در ولسوالی بارک این ولایت به خاطر فروش محصولات زراعتیشان در مسیر ماورای کوکچه یک بازارچه کوچک ایجاد کرده. میگن آنان به خاطر آرام مصروف تجارتشان هستند و از این طریق درآمد خوبی به دست می آورند. اسدالله عزمرای گزارش می دهد. بازارچه فروش محصولات زراعتی دهقان بهارک در مسیر ماورای کوکچه تخار است. این بازارچه
با تازگی از سوی شماری از دیهاقین ولسوالی بهارک ایجاد شده و آنان تولیدات زراعتی و باغداری این ولسوالی را در این بازارچه به فروش می رسانند. حزب الله که یکی از دیهاقین ولسوالی بهارک است می گوید بدون هیچ گونه ترس و دلهره شب و روز با خاطر آرام در این بازارچه کوچک مصروف تجارت است. با گفته وی افغان ها پس از 20 سال با صلح و آرامش واقعی دست یافتند. هم از جا کدو هستند، تربوز است، خربوزه هستند، هر چیز از همه چیزی بارک است دمیجا فروخته میشه. دیگر ولسوالی بیرون نمیاریم در چیزا. مردم ها دمیجا میاید ساتری میکنه، یک تفتیجا است ایجا. بعد عصر بچه ها میاد از تخار میاد از کل جا همی ولسوالی ها. بعد عصر بیخه همی سر تختا میمانه پر میشه، ما خربوزه را میپروشیم دمیجا. در همین حال شماری از آبرین ولسوالی های هفتگانه مورای کوکچه این اقدام دیهاقین و فروشنده های محصولات زراعتی را در این مسیر می ستایند و تاکید دارند که این کار باعث فروش به مواقع محصولات و رشد کاروباری آنان می شود. ما می خواستیم که طرف دشتقلعه بریم، اینجا که یک جای است که سرسبز است. این مثال می بینید خربزه و تربوز که چیزی های سرسبز است، یک هوای تازه می گیریم، باز ما تیر شده می ریم. برای بهبود اقتصادی مردم بهارک خوب است و از طرف دیگر دهقانا با انجام این کارها اما تولیداتشان به موقع به فروش میرسانند و وقتی که زندگیشان تغییر پیدا کرد، رشد پیدا کرد، اینا انگیزه پیدا میکنند که تا بهتر زحمت بکشند. از امو اراضی که سالها زر زحمت میکشید حالا خوبتر حاصل بگیرند. گفته میشود به دلیل نبود سردخانه های معیاری دیهاقین در تخار محصولاتشان را به خاطر جلوگیری از فاسد شدن زودتر به فروش میرسانند و به خاطر فروش محصولات زراعتی آنان در برخی از ساحات مخصوصا مسیرهای رفت آمد مردم بازارچه های کوچک ساختند، کاری که با استقبال مشتریان روبرو شده است. اکنون هم چند خبر کوتاه. ولی تخار پس از دیدار با زعیم امارت اسلامی تای نشست ارشادات زعیم امارت اسلامی را برای کارمندان مقام ولایت بازگو نمود. مولوی عبیدالله امینزاده در این نشست تاکید کرده است که در نظام امارت اسلامی اولین توجه به دین است و باید همه در راستای تطبیق شریعت اسلامی ادای مسئولیت نموده و نیست به خاطر جلوگیری از فساد اخلاقی، کشت و قاچاق مواد مخدر و رسم و رواج های ناپسند و همچنان عملی شدن ارزش های اسلامی و اخلاقی در جامعه صادقانه تلاش نمایند. مولوی عبیدالله امینزاده در این نشست تاکید میکند امارت اسلامی افغانستان به خاطر اسلام و عملی شدن حدودی الله در کشور مبارزه کرده است و خاص امیرالمومنین این است که دین و ارزش های اسلامی در اولویت کاری هر مسئول بوده باشد. ایجاد حرفه ترمیم کامپیوتر در انستیتوت تکنیکی تخار آمریت عمومی تعلیمات تکنیکی و مسلکی ولایت تخار اعلام کرده است که با تلاش های رهبری این اداره حرفه ترمیم کامپیوتر به برنامه های کورس های حرفه‌ای کوتاه مدت این انستیتوت اضافه شده است. آمر عمومی انستیتوت تعلیمات تکنیکی و مسلکی تخار میگوید که این برنامه جدید میتواند زمینه یادگیری و اشتغال را برای صدها جوان بیکار فراهم کند و به تقویت اقتصادی خانواده های آنان کمک کند. از مراکز سی ولسوالی بارک ولایت تخار نظارت و بررسی صورت گرفت. دکتر محمد آصف محمدی سرپرست ریاست صحت عامه تخار در حالی که ایشان را تیم نظارتی ریاست صحت عامه و مسئولین بخش سی دفتر آقاخان AKF همراهی می نمود، از مرکز سی جامعه بهارک و تیم های سیار تغذی و واکسین AKF نظارت و بررسی به عمل آورد که در جریان نظارت چکلیست ملی نظارت خانه‌پوری گردید. اکنون هم بیرون از ولایت تعمیر اداری شاربالی جبل سراج افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. این تعمیر به هزینه بیشتر از 2,100,000 افغانی از بودجه این شاربالی اعمار گردیده است. تعمیر اداری شاربالی ولسوالی جبل سراج ولایت پروان که از یک سال به این سو زیر ساخت و ساز قرار داشت امروز تا محفل افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. این تعمیر دارای 10 اتاق است و به گونه پخته و اساسی در یک طبقه به هزینه بیشتر از 2,100,000 افغانی در مساحت 240 متر مربع زمین اعمار گردیده است. خیلی مشکلاتر است. البته این نظام ما کوشش کرده است که مشکلاتر از بین ببره برای ما شما زمین سازی بکنه تا که یک زندگی، یک روزگار مرفه، یک روزگار، یک زندگی درسته
داشته باشین. می تعمیر اداره شهرولی جبل سراج تقریبا در یک سال ساخته شده که دارای 10 اتاق امرو با آشپزخانه و تشنابه و دفاتر اداری است که پخته و اساسی ساخته شده از بودجه خود اداره شهرولی جبل سراج. در این حال مسئولان در ریاست سند و تجارت پروان میگن پس از عبادت و خلافت اکنون زمان عمران و آبادی فرا رسیده که امارت اسلامی آن را در عمل ثابت کرده است. سومین هدف مهم اساسی بعد از عبادت و خلافت آبادی و عمرانی زمین است. شهرولی شهردار خدمات بسیار ارزنده نموده است. یعنی تعمیل خود شهرولی ایمار نموده که فعلا افتتاح کردیم. این در حال است که در 20 سال گذشته با حیف و میل شدن عواید شهروالی جبل سراج این اداره بدون تعمیر داری بود که با بهره برداری تعمیر جدید آن امور این شهروالی منسجم به پیش خواهد رفت. شهروالی ولایت کندوز طی سال گذشته نزدیک به 40 پروژه عمرانی را در سطح این ولایت تطبیق و به بهره برداری سپرده است. پروژه های تطبیق شده شامل کنکرت ریزی سرک ها و کوچه های فرعی در 8 نواحی این ولایت می باشد. فضل رحمان رحمانی از ولایت کندوز. تطبیق پروژه های خرد بزرگ در کندوز باعث رشد آبادانی این ولایت شده است. پروژه هایی که در سیمای شهر نیز تغییری مثبت به میان آمده است. مسئولان شهرواری کندوز از تطبیق 38 پروژه در همکاری با دفتر یونپس در سال 1402 خبر داده می گویند که پروژه های تطبیق شده شامل کنکریتیزی سرک ها، کوچه های فرعی و پاکاری جوی ها در 8 ناحیه این ولایت می باشد. از سوی هم رهبری اداره شهروالی می گوید که آنان در تلاشند تا کار کنکریتیزی کوچه های فرعی خواجه مشهد و 300 فامیلی این شهر را نیز به زودی آغاز نمایند. نوی کال لپاره سی منگا کم طرح فیلان برابر کرده سی اگه که دی منگا خواجه مشهد خرگوته ده سی فلانی خرگوته ده چې دې تقریبا د بادولو چارې سلويخ کاله یا دو سلويخ کاله کیږي چې آباده شوی ده، خو البته چا ورته خدمت نه ده کړی. د دې مکمله کوڅې او ویالې او پیاده روونه دا په فیلان کې نیولي دي چې انشاءالله د ارزیابي کمیټه کې د دې کار په مخه روان ده. انشاءالله په نږدو ورځو کې به د دې کارونه چارې په مخه لاړې شي. با این حال برخی از باشندگان کندوز با ابراز خوشنودی از تطبیق پروژه های عامل منفعت در این ولایت میگویند که با آمدن نظام امارت اسلامی پروژه های زیاد در سطح این ولایت تطبیق و بهره برداری سپرده شده است. مهربانی خدا ایسونه که امارت اسلامی برپا شده، جوی ما، جوی چک ما، سرک ما روزمره و ترقی و به کار روان است. همش که بدر گل بود، ریگ بود، خاک بود، همش پخته شده. امروز امارت اسلامی بسیار خوشدار هستیم که شب و روز با خدمت ملت ولایت کندوز ماست. عالی سهولت است. مردم تعداد 10000 خانه از این سرک عامل منفع بهره میبره. تطبیق این پروژه ها در حال در ولایت کندوز صورت گرفته است که همکنون کار چندین پروژه خرد و بزرگ دیگر در سطح این ولایت جریان دارد. بیننده و شنوندگان عزیز رادیو تلویزیون ملی تخار، این بود مجموع خبری ساعت تقدیم شما شد. وقت خوش. سلام. ای وطن، ای مأمن و زیبای من، ای وطن، ای مسکن بابای من، ای وطن، ای مسکن بابای من. بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو تلویزیون ملی تخار، توجه نمایید به اعلانات امروز. چهارشنبه مورخ اول ماه ربیع الاول سال 1446 هجری قمری برابر است با 14 ماه سنبله سال 1403 هجری شمسی. ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت تخار بر اساس فرمان عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله مقدار 5096 متریک تن گندم مازاد دهاقین را از قرار فی سیر 140 افغانی از دهاقین، کوپراتیف ها، شرکت های تولیدی، تخم های بذری و علافان خریداری می نماید. بناً دهاقینی که خواهش فروش گندم مازاد خیش را داشته باشند می توانند درخواست هایشان را الا
مدت یک هفته به ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت تخار تسلیم نمایند. آمریت شفاخانه ولایت تخار 53 قلم تب اوراق خیش را بعد از داوطلبی با شرکت لوجستیکی لال محمد فیضی به قیمت مجموعی 852,390 افغانی قرارداد نموده است. بنابراین افرادی که در مورد کدام اعتراضی داشته باشند می توانند عرایضشان را الا مدت یک هفته به آمریت شفاخانه ولایتی ولایت تخار تسلیم نمایند. اسامی بصیرخان ولد عظیم خان می خواهد انجین یک اراده موتر نو کرولای خیش را تبدیل نماید. بنابراین افرادی که در مورد کدام معامله‌ای داشته باشند می توانند عرایضشان را الا مدت 3 روز به مدیریت پلیس ترافیک ولایت تخار تسلیم نمایند. اسامی اسدالله ولد امیر محمد یک اراده رکشای هندی را از شرکت بجاج خریداری نموده است. بنابراین افراد و اشخاص در مورد کدام معامله‌ای داشته باشند می توانند عرایضشان را الا مدت 3 روز به مدیریت پلیس ترافیک ولایت تخار تسلیم نمایند. اسامی هیبت الله ولد حبیب الله، عزیز الله ولد مینگ محمد، سید جمعه خان ولد سید جعفر، صفت الله ولد سردار خان، ثنا الله ولد محمد طاهر، عظیم الله ولد میر الله، صلاح الدین ولد امرالدین، عبدالغفار ولد سید احمد، سیف الله ولد محمد علی، فرید الله ولد امیر شاه، محمد فقیر ولد مینگی، بیبی بنت ظاهر و بیبی هاجره بنت امام الدین پاسپورت و تذکره های الکترونیکی شان را مفقود نمودند. یابندگان می توانند به اداره احصایه و معلومات و آمریت پاسپورت ولایت تخار تسلیم نمایند.